به راستی یک احمق فقط فکر میکنه که مرکل خیلی اتفاقی در کره زمین صدر اعظم آلمان میشود. به راستی فقط یک احمق فکر میکنه که بچه بیشعور بیدانش و احمقی همچون زاکربرگ پولدار میشود و فیسبوک را تولید میکنند. به راستی فقط یک احمق فکر میکنه که کره شمالی در فقر است، اما کره جنوبی، ژاپن و چین انقدر پیشرفت میکنن و اتفاقی پیشرفت میکنن. به راستی فقط یک احمق فکر میکنه که جهان اتفاقی است و پولدارها خیلی شانسی پولدار، معروفها خیلی شانسی معروف، سیاستمدارها خیلی شانسی سیاستمدار، و تو کمکان اندر خمه یک کوچه به سر میبری. قدر این برنامه را نمیدانی، زیرا که تمام اسراری رو که در جهان هستیست در همین برنامه های ریستارت تقدیم شما میشه. معجزه‌ای که هیچ وقت نخواهی فهمید، هیچ وقت. چرا؟ چون هنوز نمیدونی که گروه اندکی در جهان اسراری را میدانند که موریانه ها میدانستند، که هم شغل بچه هاشون رو انتخاب میکردن و هم انتخاب میکنن که بچه بعدیشون پسر باشه و یا دختر. اسراری رو اندک افرادی در کره زمین میدانند که توسط همین اسرار به پول و پست و مقام رسیدند، و این اندک گروه دزد احتیاج به 6.5 میلیارد انسان برده دارند تا برای آنها کار کنند، بردگان جنسی و بردگان فکری. آیا تو جزو این 6.5 میلیارد برده هستی یا نه؟ اندک زمانی که به پایان جهان مانده است، آیا دست به دست هم می دهیم؟ امپراتوری کوروش خواهد آمد و بسیار به سرعت با این قوانین و اسرار کشور خیش می کنیم آباد، و یا منتظر تجزیه کشورت خواهی بود و در پناهندگی کشورهای دیگر عربده می زنیم؟ خوش آمدید به 181مین معجزه قرنها، برنامه‌ای که تقدیم شما شده است تا بدانی و بفهمی، و حیف که اندکی میفهمند و اندکی دغدغه فهمیدن دارند. خوش آمدید به 181مین برنامه ریستارت. Welcome, my friend. در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جان 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 از همه جهان می کشد دلم در جستجوی تو. برای فهمیدن تاریخ پایان جهان باید یک سری مطالب رو برای شما توضیح بدیم.
اول از همه باید بدانیم که جهان هستی را که آفریده است و این شخص چه شخصیتی دارد، اسم این شخص چیست و چرا در هر دوره‌ای در جهان هستی این شخص مجبور است که علمی باشد، چه کسی او را به سلطانی و پادشاهی رسانده است در جهان هستی و تاج شاهی بر سر او مادام العمر گذاشته است، آن شخص چگونه به این مقام رسیده است که در غار حرا جبرئیل بر او نازل می شود و چه مسیرهایی را می رود. چند برنامه است که قرار است که ما ریستارتی ها وارد عمق اقیانوس عرفان و تصوف بشویم و گویا داریم ریستارت میشیم، یعنی انگار سوالهایی رو که اول برنامه در اولین برنامه آغاز کردیم پاسخش رو در آخرین برنامه ها شاید بهش برسیم و یا پاسخش را بیابیم. توضیح دادم که دو موجود در جهان وجود داره، تمام کتاب‌های تورات و انجیل، تمام کتاب‌های ادیان، تمام کتاب‌هایی که اهل تصوف نوشتن در طول تاریخ در هر جای جهان، یونان، ایتالیا، آلمان، فرانسه، پرشیا، عربستان، هر جایی که صوفیسمی بوده و یا صوفی بوده از مایاها گرفته تا بقیه، همه مطالبی رو که اینها نوشتن و مشخصا معلومه راجع به یک موجودی حرف میزنه که اسامیش فرق میکنه. مثلا در تورات میگن یهوه، هر جایی که در تورات یهوه است راجع به این انسان کامل، این صوفیسم داره صحبت میکنه، و هر جا که در قرآن این مسلمونا نوشته الله، اشاره به اله یعنی بت که الف و لامی داره، یعنی بت مخصوص، یعنی یک شخصی که بتی که میشناسیمش، اشاره به انسان کامل یا صوفیسم. و تر تمام ادیان هم اینو گفته شده، یعنی عیسی میگه من پسر انسانم و پدرم من فرستاده شما را نجات دهم. شما کی هستین؟ شما گوسفندانی. دقیقا داره میگه شما حیوانید و من اومدم شما را نجات بدم. خود مسیحی ها اینو میگن، میگن ماها همه گوسفندانی هستیم که یک چوپان دارند و اون عیساست که باید ما را نجات دهد. و خود داروین از نظر علمی گفته شماها از نسل میمونید و حیوانید، ولی شما دارید شوخی میکنید با خودتون. و در این برنامه ما توضیح دیم که ما دقیقا با جناب آقای داروین که مطلب را از عزیز و نصفی دزدیده موافقیم و شما واقعا حیوانید و باید اینو باور کنید که برای تبدیل شدن از حیوان به انسان راه نجات فقط ریستارت یعنی عیساست و اون صوفیسم فقط میتواند حیوان را به انسان و یا انسان را به حیوان تبدیل کند. پس دو موجود در جهان هستی وجود دارند، هو و صوفیسم. هو عملی است که عکس العملی را در پایین تولید میکند، به همین سادگی است. او یعنی هو هر آنچه که بخواهد، یهوه، مسیح، الله یا هر چی اسمشو تو میذاری، انجام میدهد و میسازه. به همین سادگی، یعنی با زبان عامیانه داریم تمام کتابهای اهل تصوف عرفان رو فشرده میکنیم و قطره قطره میچکنیم. پس صوفیسم و انسان کامل داناترین انسان این کره زمین است و این صوفیسم که میرود صوفیسم بعدی میاد. اما زمانی که صوفیسم میمیرد جسمی و صوفیسم بعدی میآید، همه چیز این وسط در ریستارت ها توضیح دادم ریستارت میشه، یعنی جهان هستی ریستارت میشه، کره زمین ریستارت میشه، ساختارها عوض میشه. یعنی اگه قرار بوده که فلان فردی که مثلا جک و جونور اسمش مدیر توییتر پولدار بمونه، با مرگ صوفیسم ممکنه که در فقر زندگی رو ودا کنه و خوراک گرگان بشه.
و دقیقا برعکسش هم هست. یعنی هنگامی که سوفیسمی از دنیا بره و سوفیسم بعدی بخواد بیاد، این وسط ریستارتی هایی که این سوفیسم رو میشناختن دوباره باید این سوفیسم رو بشناسن و همین بدبختی برای ریستارتی ها هم تولید میشه. یعنی ریستارتی هایی هستن که باور دارن به این سوفیسم، اما همانند ابو جهل ها از دور ریستارت خارج میشن. چرا؟ زیرا که اون بالا برای اینکه ز بالا باشی و بالا بروی چیزای اون بالا وجود داره که به هر ابلهی به سادگی نمیدهند. و پل صراط مکانی است که از پیدایش جهان هستی شروع میشه و تا آخرین فاینال حرکت میکنه. به این میگم پل صراط، که هر انسانی که از شکم مادرش هم متولد میشه، از قبلش وارد این پل صراط میشه، بی پول، فقیر، خوشبخت، معروف، غیر معروف، دزد، غیر دزد، دروغگو، حالا راستگو، این صراط رو میره تا به اینجا برسه. اگر این برایندهایی که در زندگیش و پستی بلندی ها او رو نجات بده، میتونه زبالا باشه و بالا بره، به شرط اینکه به سوفیسم وصل بشه. پس وقتی یه سوفیسم میمیره قطع میشه. حالا تو عارفی، یه عارف یه لامپی، من یه عارف دو لامپی هم، ننه شما هم عارف سه لامپی، یه عارف هم از لوستره. وقتی سوفیسم میره برق کشیده میشه، این لوستره دیگه کار نمیکنه، یه لامپی هم کار نمیکنه، هرچی این لوستره میفهمیده دیگه نمیفهمه، وصل نیست. لوستره 3 میلیون دلار پولشه، من لامپ مهتابی هم 1000 دلارم 100 دلارم، من و اون لوستر وقتی برقمونو میکشن هیچ تفاوتی با هم نداریم، جفتمون همه چیز از دست دادیم. اما زمانی که برق منو وصل میکنن، من برق دارم و مهتابی هم که روشنایی میدم و راهنما هم، ولی اون لوستره هیچ وقت دیگه موفق نمیشه. پس تا وقتی سوفیسم زنده است، اون ریستارتی ها اگه بمیرن نجات پیدا کردن. چون این سوفیسم وقتی دست کسی رو بگیره یا کسی رو نجات بده، مسیح وقتی ناجیه، حتی اگر آدم بدی هم بشه نجاتش میده. یعنی دست کسی رو بگیرن اصطلاحا در لفظ میگن ول نمی کنن. اما وقتی این سوفیسم از دنیا میره اتفاقات عجیبی میفته که ما 4 سال پیش گفتیم مراقب باشید. یعنی سوفیسم از دنیا بره یا سوفیسم رو بکشن، هر اتفاقی واسش بیفته. این وسط قربال جهانی اتفاق میفته و خود کرده رو تدبیر نیست. سال 96 سوفیسم یک اپوزیسیون معرفی کرد به جهان، تمام وحدت وجودی جهان هم اینه میدونن. یعنی حتی الان در هندوستان وحدت وجودی هم میدونن که این برنامه اطرافی کی داره پخش میشه و میدونن که تنها کسی که در کره زمین اجازه حرکت سیاسی داره، متاسفانه حالا خوشت بیاد یا نیاد، دادن به این، به این دادن، این داره فقط. پس هر وحدت وجودی که با این برنامه و با این لیدری که انتخاب شده در سیاست، دقت کنید، در عرفان من گاو بودم، گاوم خواهم مرد، در سیاست انتخاب کردم هر چیزی شده، هر وحدت وجودی که به جهان اعلام نکنه که این سیستم سیاسی این آدم ما فقط داریم، زیر سوال. یعنی 96 ما فراخوان زدیم بریم بیرون، فراخوان زدیم بگیرید خونه، هر کی که تو خونه بود رو حواس، وقتی ما فراخوان زدیم بریم بیرون، فراخوان یعنی جهاد، فراخوان یعنی اعلام جهاد. من یه فراخوان ساده زدم، یعنی در همون سال 96 و سال 90، همین سال 98 هر کسی که فراخوان زده مردم رفتن بیرون و مرده باشن، اگر یک انسان توش مرده باشه، این قربال میشه، این ریستارتی. ریستارتی اما ریستارتی هر چی میخواد، هر پخی میخواد باشی باش، توضیح دادم تو برنامه‌های قبل که انسان نکشید. یعنی هر ریستارتی که یک انسان بکشه میره رو هوا. یعنی شما فراخوان دادی مردم اومدن تو خیابون، مردم مردن،
و وسط این یه انسان باشه تو یه سارتی دیگه نیستی. حالا چجوری نیستی؟ نعل بارونه میزنن، یعنی سوفیست میره یه سوفیست میاد میره رو هوا، پیداش نمیگنی دیگه، اون خبر رو نمیبینی دیگه، وصله انجام نمیشه. کار سوفیسم ها اینجوریه دیگه، اصلا نوعشون اینجوریه، رفتارشون طوریه که به هیچ وجه نمیتونی بفهمی. حالا تو برنامه های بعد بیشتر توضیح میدم که بفهمید که تصوف عرفان چی میگه. پس 96 ما فراخوان بازگشت دادیم، یه خیابون بودن هنوزشون ادامه میدادن. وحدت وجودی روی استارتی هر کسی رفتی رو هوا. پس فقط غربال در روز میلاد مسیح 25 دسامبر برای جهان نبود که ویروس عرفانی کرونا اومد این همه مردن، قرار برای تو روی استارتی هم شروع شد. یعنی هر کسی که اشتباه کرده باید چوبشو بخوره، و اون موقع من توضیح که چوبشو میخوره. حالا کار به جایی رسیده که ما یارو رو که در قتل یک صوفی یا یک صوفیسم نقش داشته باشه بهش میگیم شهید چیز خر، شما واسه احترام قائل باشی یا تبلیغش بکنی، باید بگیرنش اونجا بکشنش بالا، یه چیزی توش میکشن بالا. چرا؟ چون چشم دل باید باز کنی که آن بینی آن چه نادیدنیست. آن بینی چشم دل اگه باز کنی، آن یعنی جان بینی. دنبال چی؟ دنبال کی؟ خب پس در جهان یک اتفاقاتی وجود داره، یک موجودی در جهان وجود داره به نام سوفیسم که همه عرفا از افلاطون و سقراط بگیر تا نیچه که همینطوری میلرزه حرف مفت نمیزنه، عارف چسب بگیر تا عزیزالدین نصفی، مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی خراسانی، سعدی، حافظ، میلرزه میترس صوفیه نام میبره، میگه که قطب باید عالم افلاک را و محوری باید ستون خاک را، همه جهان هستی اینه. حالا چه برسه که تو اینه با یه سیاست مدار در پیت یکی کنی تو جهان، میگه جهان هستی اینه، با یک سیاست مدار با یه بزغالی یکیش میگنی. پس اینو نفهمیدی هنوز. عزیزالدین نصفی اسامیشو مثل مولوی توضیح میده، همه همین اسامی که من میگم و میگن، همه میگن سوفیسم یعنی انسان کامل، یعنی صراط المستقیم، یعنی نماز، صلات، اسامی سوفیسمه، پیر، مرشد، قوت، پیامبر، نبی، اولوالعزم، اسم اعظم، همشون میگن. کسی که انتخاب شده داناترین افراد کره زمین در اون لحظه است، از این داناتر ما دیگه نداریم، همشون اینو میگن. عزیزالدین نصفی میگه در کره زمین 356 نفر همیشه وجود داره. آقا حسینی ما از قدیم شنیدیم میگن 313 تا برسه امام زمان ظهور میکنه، شما الان یه چیز دیگه گفتی. اصلا عزیزالدین نصفی میگه همیشه در طول تاریخ تا الان که من در خدمت شما هستم همیشه 356 نفر در جهان وجود دارن که ترتیباتی دارن. حالا فرمسونیر ها از روی این ترتیبات براشن، ادیان از روی همین براشن، همه از روی این براشن، همه از روی این براشن. الان میبینی که جلوی رئیس جمهور همه اینجوری وای میستن، جلوی پادشاه تزیان، اینا همه رو تصوف برشه. فقط فکر میکنی داروین برشه؟ بخوش کنم همه رو از روی عرفان تصوف برشن. ولی وقتی که انگلیسی ها اومدن کتاب رو برداشتن، مطالبی رو که میدونستن رو عجب چیزیه پولدار شدیم با این، قایم کردن، بقیه رو تحریف کردن دادن بیرون. قشنگ مثل دقیقا مثل داعش، در طول تاریخ همیشه مثل داعش بوده. یعنی اومدن آثار باستانی دزدیدن بردن خونه، ولی یه چیزی منفجر کردن وسط، گفتن اینم آثار باستانی رو منفجر شد، وای واسه دیگه بردن خونه اصل شد. عزیزالدین نصفی میگه در کره زمین همیشه 356 نفر وجود داره
که جهان هستی روی این 356 نفره. یه عده از اینا رو هیچ کس نمیشناسه که در قرآن و تورات و انجیل و در تمام کتاب‌های چه از طرف اهل تصوف اومده و مربوط به ریستارتیاز هر بزغاله حق و داره به خونه یک کتاب سریه نوشته شده که به موسی گفت برو پیش فلانی، موسی که قارت قورت کرد گفت برو اونجا یاد بگیر، تازه تو فکر آدم مهمی هستی؟ وقتی داشت میرفت گفت اون کیه؟ گفت یکی از بندگان من. این کلمه یکی از بندگان من یعنی هم یعنی گروه هایی وجود دارن که تو اصلا نمیشستی، کشاورزه، بره کشاورزی وسط بیابون باغبونه گوشتنده رو داره بیاره، چوپانه، کارگر نقاش، مهندس رو داره پارش هرچون، میتونی بفهمی اصلا؟ هیچ وقت نمیفهمی. و اینها همیشه در کره زمین وجود داره. عزیزه نصفی میگه اینا به ترتیب وجود دارن. یعنی چی؟ یعنی یک اعدادی وجود داره که اینا به ترتیب حضور دارن. میگه این 356 نفر اعدادش اینجوریه، یک تن، میگه یه نفر همیشه اون بالاست، اسم این هست صوفیسم، اینش میگن یک تن. بعد از این یه تن سه تن، یعنی سه نفر دیگه هستن زیر مجموعه یه نفر، سه نفر. بعد سه تن پنج تن، بعد پنج تن پنج نفرن یه هفت نفرن. میگه انگار اداره است، انگار یه سیستم اداریه. برای یاد میبینی مثلث رو میبینی یه چشم بوره بالا گوشن فرماسونی رو یا گروه های میگن دجال فلان، یعنی چجوری ساختن این هرم رو، چجوری از رو همینجا دزدیدن. حتی این مال حدود 2700 سال پیشه این مطلب، از این نصفی 780 سال پیش تازه اینو ریویو کرده، یعنی تکرار کرده فقط. پس یه تن اون بالاست همیشه، از این سه تنن، از سه تن پنج تنن، از پنج تن هفت تنن، از هفت تن چهل تنن، چهل نفرن، بعد از این چهل نفر 300 نفرن که مجموع اینا میشه 356 نفر. رازی که تو این وجود داره اینه که پایینی ها بالایی رو نمیشنسن، بالایی ها پایینی ها رو میشنسن. یعنی یه تن اون ستا رو میشناسه ولی اون ستن نمیشناسنش. یعنی وقتی میگن که صوفیسمو نمیشه معرفی کرد، یعنی از نظر مقامی نمیشناسن. حالا چون بعضی هم واقع صوفیسم عرضم حضور شما که لو میره، پس اون افراد هم میتونن بفهمن. ستن میشناسن پنجتن رو، ولی پنجتن مقام اونا رو نمیدونن. منظورم از مقامه، دقت کنید، میشناسن که اسم و فامیلی رو نیست، مقام. یعنی این که از این ستن هیچ کدومشون نمیتونن به اون مقام برسن، نمیتونن در عرفان و تصوف رشد بزرگی بکنن که اون هشت اصلی صوفیسم داشته باشن. چون همه صوفیسم ها دو تا صوفیسم داریم، صوفیسم انسان کامل و صوفیسم که انسان کامل آزاده. این دو تا خیلی با هم متفاوته. مینیمم یک صوفیسم اینه که این 4 تا رو داره، ولی یه صوفیسم دیگه داریم که 8 تا رو داره. کی خیلی فرق می‌کنه موضوعش، برای بعدا تو برنامه توضیح میدم. پس اینها به اون مقام هیچ وقت نمیرسن، این مقام ها معرفتشون نره. یعنی اون یه نفر اون بالا میدونه که این سه نفر دارن چیکار میکنن. واسه تو اینترنته، جهان تو اینترنت، این فرده، همه چیزو میبینه. مثل اینکه دوربین باشه تو خونه شما، همه چیزو میدونه، همه چیزو این آدم میدونه. این سه تن راجع به پنج تن میدونن، پنج تن راجع به هفت تن میدونن، هفت تن راجع به 40 و 40 راجع به 300، ولی 300 راجع به 40 نمیدونن. عزیز نصفی میگه اتفاقی که در کره زمین میفته اینه که فکر نکنید که صوفیسم از دنیا میره و یهو یه نفر پیدا میشه صوفیسم بعدی، اصلا اینجوری نیست. هر صوفیسمی که از دنیا میره اجباراً و بلا اجبار به دستور هو یکی از این سه نفر رو صوفیسم میکنه، نه از اون پنج نفر. یعنی صوفیسم بالا یه تنه، حتما از این سه تن صوفیسم میشه، امکان نداره از پنج تن بشه، اصلا امکان نداره از هفت تن بشه یا چهل تن، اصلا امکان نداره، اصلا امکان نداره. پس یکی از این سه نفر صوفیسم از دنیا میره میشه صوفیسم، دو تا میمونن پایین، یکی کمه دیگه. از پنج تن یک نفر انتخاب میشه. حالا این انتخاب مهمه که چجوری انتخاب میشه. یک نفر انتخاب میشه از این پنج تن، میاد
جای این نفر خالی تو ستنه میگیری میشه سنه. پنجتن یکی کم میشه، از هفتن یکی میاد توی این پنجتن، پنجتن کامل میشه، هفتن شیشتا داره، از چهل نفر یکی میره اون بالا، هفتن کامل میشه، چهل نفر ناقصه. چیکار کنیم؟ از 300 نفر یکی میره اون بالا و جایی نمیگیره. همیشه همینجوری بوده. برای همیشه ما میگی 124 هزار پیغمبر. عددش هم دروغه، عددش اصلی نیست. این 124 هزار پیغمبر یعنی خیلی آقا، خیلیه. چون بعضیا میگن ما رو پیغمبر نداریم. الان مردم هم میده، مردم گاو جهان فکر کنن که پیغمبر وجود نداره. همین دیگه. یعنی چون ملت دوره‌هایی همیشه هم اینقدر گاو نبودن مردم جهان. یاد باشه. ولی الان چون خیلی گاو زیاد شده، و همین خاطر فکر کنن اصلا پیغمبر وجود نداره. جوابش اینه که در تمام ادیان توضیح داده که این همه نبی داریم، این همه رسول داریم، این همه رسول یعنی کسی که میفرستن، دو تا رسول هم داریم، یا رسولی رو میفرستن انسان رو به حیوان، حیوان رو به انسان تبدیل میکنه، یعنی رسول مثل شمس رسول بود میره و مولوی رو تکون میده، اصلا میفرستن برای اون، میشنن رسول فرستاده شده. نبی یعنی کسی که خبر آورنده است، یعنی اخباری رو میگه، توضیحاتی. انسان کامل عزیز نصفی میگه، میگه هو هر اتفاقی که در جهان هستی بخواد بیفته از دل این آدم رابطه شده، یه چیزی وصله به اینجا، به این آدم یه چیزی وصله، هر چیزی میخواد اتفاق بیفته عجیب میاد، این میدونه، همه چیزی میبینه. عزیز نصفی یه چیز دیگه هم میگه، میگه این سوفیس یک ایراد داره و اونی که در قدرت جهانی همیشه ناقصه. یعنی آدمی نیست که پول و جاه و مقام داشته باشه، تو این ضعیفه. میگه هر چند که داریم سوفیسمی که سلیمانه میلیاردها دلار پول داره و پادشاهه و پادشاه شده، اما اصولا سوفیسم ها از نظر ظاهری و قدرتی ضعیف از دست میگه اینا مثل یک انگار یک کارگری که داره میره تو خیابون بعد پول در بیاره شب بخوره فردا نمیدونه چیکار کنه. میگه اصولا اینجوریه و اگرم اینجوری نباشن مثل ایلیا ابن عمران که به سوفیسمی رسید، میره چاه مردم رو میکنه، دستشویاشون رو تمیز میکنه و پول میگیره. یعنی انگار قدرتی نداره، یعنی هر کسی تو خیابون ببینیم میگیم سلام کنه، آقا ببخشید وزیر رو نمیدونیم کجاست، به پادشاه میگه وزیر کجاست. یا اگه سلیمانم بشه، فرمان پشت پرده اینه که برو زنبیل بباف و این کارو بکن. پس از این نصفی ترتیب ورود به یکتن و ستن رو توضیح میده. راز تاریخ پایان جهان چیه؟ اینی که پایان جهان وقتی که جهان بر اساس سوفیسم ساخته شده و نوشته شده، پس باید تاریخش رفت به سوفیسم داشته بشه. و یه روز به شما گفتم که مایاها سالی داشتن که شما الان نمیدونه چیه، سال هجری شمسی با هجری قمری و با سال میلادی متفاوته، سال قمری یه چیز دیگه است، سال هجری شمسی یه چیز دیگه است، بعضی سالشون از یه جای دیگه شروع میشه. پس سوفیسم اگه کسی بخواد تا پایان تاریخ جهان رو پیدا کنه، باید ببینه سوفیسم بچه کجاست، که در برنامه قبل توضیح دادم که بچه یعنی پارسه، آخرین سوفیسم، آخرین مهدی، آخرین هادی، آخرین امام زمان، آخرین پیغمبر، آخرین انسان کامل. این لقبش مولوی میگه، من هیچ چت خودم تا حالا نگفتم یادتون باشه، میگه این آخریه که مهدی. همشون میگه، همه اینو میگه، مهدی اسمش، هادی اسمش، لقول کل قوم هاده، آیه قرآن خود مزدل بیناد، هر قومی یک هادی داره. میگه پس باید بفهمیم اول کجاست، میبینیم مال سرزمین پارس. پس اول دیدیم که پس آخرین سوفیست باید تاریخ پایان جهان که به سوفیست ربط داره به تاریخی باشه که سوفیست مال اونجاست دیگه، این ساده است دیگه. برای این مایه ها درست گفتن تاریخو، ولی کسی نمیدونه تاریخشون کیه. عزیز نصفی
راز پایان جهان رو هم توضیح میده. میگه نزدیکای پایان جهان میشیم. یادت مامان بزرگت میگفتش که دخترها ای پسرا میشن، این خاطراتی که مادر بزرگ است دیگه، همتون شنیدین و همه ادیان هم میدونین که به پایان جهان اعتقاد دارن. تمام مردم کره زمین میدونن یه روزی جهان تمام میشه. ملکه تمام میشه. از نصفی توضیح میده. میگه همیشه هر هزار سال کره زمین اتفاق واسش میفته، ولی مقطعی، یعنی قوم لوط میمیرن ولی هیچ رابطی به ایتالیا نداره، یعنی یک گوشه ای از کره زمین نابود میشن هر هزار سال. هر 7000 سال کل کره زمین میره رو هوا. هیچ وقت هم این تاریخ تغییر نمی کنه. ممکنه 5 سال، 7 سال، 4 سال، 3 سال، 10 سال بالا پایین بشه به دلایلی. به دلایل خب اینا رو به ترتیب بکنیم بعد. به دلایلی. هر 7000 سال اتفاق می افته. جهان تغییر. این دفعه دیگه یه محله نیست قوم لوط برن رو هوا. ابراهیم سیخ سیخ را بره. یعنی زرتوش این دفعه کل مردم کره زمین رو هوا. اسمش میذارم طوفان نوح. پس 7000 سال این اتفاق میفته. یادتون باشه 7000 سال خودش مطلب داره توش، چون همه تو نمیدین 7000 سال چیه. مثل 7000 سال این اتفاق میفته. هر 49000 سال کل زمین نابود میشه. همه انسان ها میمیرن، همه اون گونه حیوانات میمیرن. 10 ریشتر زلزله مثلا به فاصله 2 ساعت میاد میذاره، که توی قرآن مسلمان میگه اذا الشمس کورت اذا النجوم انكدرت. میگه هر 49000 سال پوسته زمین کلا میره تو چومیت بالا، همه مردن. 2 میلیون سال آسمون سیاهه، بخار و گاز و مواد سمی، یعنی اگرم زنده باشی کلت بیاری مردی، کلت هم بیاری تو مردی، هر جیه بشی مردی، هیچ موجودی نمیمونه. یعنی از اثر این انفجارات و این موجوداتی که وجود دارن، ما انفجاری که وجود، گازهایی در جهان وجود میشه که مثلا میبینی که سیاه سیاه و سمی و دود همه رو میکشه هر 49000 سال و دوباره از اول آغاز میشه. میشین مثال سیمور پرهامینه باز میکنی بچه ها. حالا سوال اینه که به 49000 سال رسیدیم برای جهان نابودی جهان، تاریخش کیه؟ ها؟ دیگه هیچ بشری توی زمین نمونه. دوباره به قول دوستان میگن از موجودات ریز امیبا آغاز میشه جهان دوباره. در برنامه قبلم توضیح دادم که سوفیست بیکار نیست. این کره زمین تمام میشه، میکشنش، میری کره زمین دیگه شروع میشه اونجا. پیغمبر بحبه سوفیز اومد، ما اون احمقان خبر دارم، وای 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 میزنن ملائکون بلا هم اینجوری هم وای بذار برسه از برا. چرا؟ چون سوفیز لا تخوزو سنتون ولا نومون، نه میخوابه نه خوابش میبره، نمیتونه بخوابه. آقا سنی یه آدم اینقدر قدرتمنده، سند بیارین. تمام ادیان گفتن آیات قرآن خودشونه، ای محمد تو رو میبینه تو نیفهمینه تو چی هستی و کره زمین نیفهمینه. خب اینا همه سوالایی که باید بدونیم و 49000 سال که اینا بعدها تاریخش رو باید توضیح بدم که خودش یه راز بزرگ دیگه است. اما
از این اصفی میگه هر زمانی که این اتفاقی که میگم افتاد، بدونید که داریم نزدیک میشیم این پایان جهان. حالا این پایان جهان یا 7000 سال است، چون شما داستان نوح شنیدیم و همین خاطر دیگه دنبال 1000 ساله نیستید دیگه که اونا بره رو هوا اینا، دوباره بعد 7000 ساله باشین دیگه حداقل، یا 49000 سال است. یکی این دو تا الان بدبختی الان نزدیک. از این اصفی میگه من که ایشون میفرمه که یکی این رو تو ممکنه باشه. میگه هر وقت این تاریخ رو فهمیدی، حالا چرا در گذشته بعضی وقتا یه تاریخ هایی میشد و یه اتفاقاتی میافتاد، شعر شاهنامه طلولی هم میخوندن ولی نمیشد، به دلیل اینکه این عدد خیلی مهمه. پس یک تن، سه تن، پنج تن، هفت تن، چهل تن، 300 تن. یه بار مرور میکنه، میگه 1357 میشه 1357 انقلاب ایران. میگه روزی که سرزمین پارس شریعتی میشه، دینی میشه، مردم بزغاله ایرانیا و پادشاهشون فکر میکنن که حسین 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 حسین، همه عاشق حسین هن، میرن سراغ آزمایش، دستش و صوفیس از رو سر پادشاه ها ور میداره. یک اتفاق عجیب میفته و اون اینی که کشور سرزمین پارس تبدیل به یک کشور کاملا دینی میشه. 1357 میشه 1357. میگه 1357 این اتفاق آغاز میشه، 40 سال از 1357 بگذره، چون 1357 40 دیگه عدد. میگه 40 سال که بگذره، اگر صوفیسم 40م در 40 سالگی این انقلاب اومد، آماده پایان جهان باشید به نوعی. 1357 1357 تاریخ و تاریخ صوفیسم به هجری شمسی دیگه، الان ایران هجری شمسیه. پس این 1357 رو از این عصبی توضیح میده که بر پایه اعداد صوفیسمه و 40 سالگی یه بعد از 1357 صوفیسم 40مین صوفیسم در تاریخ بشریت در اون تاریخ جدید وارد میشه. بعد ببینیم که آیا صوفیسمی که الان هست شمارش چنده، 30، 40، 50. میگه زمانی که این اتفاق افتاد، عرضم حضور شما که خیلی نزدیک میشین. خیلی ممنون که این برنامه رو گوش کردید تا برنامه بعدی. یکی هستی ولی چندین هزاری. دلیل از خیش روشن‌تر نداری. هر چیزی که در جهان می‌بینی در تو هست، به شرط اینکه ببینی. اما قبل از اینکه برنامه تموم بشه، یادت باشه که به یه سارتی‌ها اعلام شده بوده از اول، که من هم گفتم بهشون، که شفقت با خلق خدا. یعنی چی؟ یعنی این که ما امپراتوری کوروش میاد، این اجبار متاسفانه که ما 2500 نفری که قتل کردن، آدم کشتن، باید بگیریم تحویل قاضی مستقل بدیم. اون مادر پیرزن یا پیرمرد نمیخواد از خون بچهش بگذره، این اجباره که اینها اعدام شن یا نشن، هر چیزی. اما دل تو باید ناراحت بشه. این دست به کار دل به یار، یعنی دست به کار اجباراتی است که دلت نباید اونجوری باشه، دلت باید به یار باشه. یعنی هنگامی که سوسکی رو تو خونت اومده، حقته که بکشی، چون بهت حمله کرده، داری از خودت دفاع میکنی، یه مار میاد. اما اگه اینو کشتی، تو دلت ناراحت باش، بدون میلیاردها دلار خرج کنی اینو نمیتونی دوباره بسازی. همه ی حرف من اینه که تو زمانی که به یک نفر داری نگاه میکنی که مخالف توه، حالا یا اصلا ریه سارتی نیست، یا ریه سارتی شده، مثلا صوفیسم از دنیا رفته، صوفیسم بعدی اومده، هنوز ریه سارتی
نشده، یا سوفیسم پیدا نکردی، یا ریستارتی نیست. در تصوف گفتن به ایتام خدمت کنید، دست ایتام رو ببوسید، انفاق کنید، محبت کنید. ایتام، یتیم، یعنی کسی که پدر مادر نداره، یعنی راز در اینه که یعنی سوفیسم پیدا نکرده. پدر مادر دار به کسی میگن که سوفیسم رو پیدا کرده، چون پدر تو که طبق قانونهای ریاضی و فیزیک، حالت سوم نور، ترمودینامیک، علم فیزیک و ریاضی این بابت نیست که مامانت تو متولدن نیست. چون محمد ابن عبدالله میگم پیغمبر بودم قبل از اینکه آدم رو داشتن گلش رو درست میکردن، و مولوی میگه عالم نبوده من بودم. من خاطر کسی که سوفیسم پیدا نکرده یا سوفیسم رو دست داده به هر دلیلی توهین کنی بهش، شرط مروت نیست واقعا. بعدم نمیدونیم کی آخرش نجات پیدا میکنه، کی پیدا نمیکنه، نمیدونیم. ابو جهل وقتی که به لقب ابو جهلی رسید، تا مرگش هیچ ریستارتی بهش فوش نداد. وقتی ابو جهل مرد، نسل بعدی گفتن اون ابو جهل بود. دیده فروغ بر بیاری گریبانه.